اصلا داره به کی میگه؟ این مخاطبه که داره بهش اینو میگه تو طول شعر چرا گمه؟ خب کجا بودیم؟ آره، سفر بی آغاز، سفر بی پایان، سفر بی مقصد، سفر بی برگشت، سفر تا کابوس، سفر تا رویا، سفر تا بودا، شبنم تاج محل، با حریق یادها هم سفرم، وقتی دورم بتون از زیکترم. تکرار حقیق پارسیان. پارسیان فکر کنم یه قومیه که از ایران چیز کردن، مجبور کوچون به هند هنوز هستن. حقیق پارسیان، تکنانی در خواب، بوی گندم در مشت، مشت کودک در خاک، کفش مادر در برف، چرخ یک کالسکه، گوشه گندمزار، بندرختی پاره، با حریق یادها همسفرم، وقتی دورم بتون از اکترم. دوره وقتی دورم تکرار. چمدانی بیشکل، جعبه یک دوربین، عکس یک بازیگر، جمعه های بیمشق، تلی از تحصیگار، دشنه زنگ زده، چشم گاوی در دیس، صفه پوسیده، دوره با حریق یادها همسفرم، وقتی دورم بتون از اکترم. برج لندن در مه، جان لنن در باران، سوهو در سوهو فکرم خیابونه تو پاریس، سوهو در بیحرفی، رود سن در یک قاب، مترو سن ژرمن، قهوه سن میشل، پرسه در پیگل فکر کنم، کافه های بی لبخند، دوره با حریق فلان، خانه در آتش بوفچه تمام نمیشه، خانه در آتش، بوفگوری در نور، گلیاسی در زخم، قربت لالایی، بوسه در راه آهن، سرخی لب در شب، برکه از فانوس، انفجاری در ماه، کوچه خیس از عشق، شعر سبز لورکال، ساعت پنج عصر، مستی بی وحشت، گریه های شکوند، خط خوب سهراب، نامه آب شده، ونگوگ گوش به دست. Your passport please. Do you have anything to declare? یعنی چی؟ زدم یعنی اظهار داشتن. خب بابا تو گفتی چی؟ تو چی گفتی؟ تو کلیم چیزی داری برای که بگی منظورشونه؟ مگه تو فرودگاه اینو میپرسن؟ خب چرا باید اینو بگی آخه؟ بگو باشه، رو اسپیکر الان گذاشتم، میشه بگی یه بار دیگه یک دو سه اتحام میشه بگو. شعره به نظرم اینو میگه که یارو مثلا از سفراش میگه اینجا اونجا اینجوری اونجوری، بعد تهش میاد ابراز دلتنگی هم میکنه، ولی باز برای اینکه اون خونسا کنه دلتنگی هم میگه چون من دورم بیشتر نزدیکترم بهت، پس اوکی. یعنی مثلا میاد اینجوری توجیه کنه دلتنگی. اصلا داره به کی میگه؟ این مخاطبه که داره بهش اینو میگه تو طول شعر چرا گمه؟ به مخاطباش میگه. نه من به این کار ندارم، به این کار دارم که بقیه شعر کجای یارو. ببین تو کل شعر هیچی از این توهه نیست، متوجهی؟ یعنی مثلا صرفا یه عکسی از یه جای دیگه، مثلا برج لندن در مه، جان لنن در باران، چمدانی بیشک، جعبه یک دوربین، عکس یک بازیگر، جمعه های فلان، حقیق پارسیان، تکنانی فلان، سفری بی برگشت، هیچ جا این توهه نیست. بعد یه این وسط میگه با حریق یادها هم سفرم، وقتی دورم به تو نزدیکترم. ولی قابل فهم دیگه به نظرم. اصلا قشنگه بابا، من خیلی خوشحال میکنم. یعنی چیزه، منظورم اینه که حالا این یه تیکه بیشتر به نظرم خب. بیشتر به نظر چی؟ بیشتر داره از سفراش میگه. خب آره دیگه، اصلا اسمش سفرنامه هست. آره دیگه، بعضیش هم فقط میاد مثلا میگه که حالا هر کی که داره اینو میخونه البته اینم خیلی تیزه، هر کی داره میشنوه البته، چون موسیقی آهنگه. به کسی که این نامه را نوشته داره بارش تعریف میکنه، میگه که دلم خواسته بقیه تنگ شدم. بایست دارم به کی؟ خب خودشه دیگه، شهریار قنبری خودش گفته، خودش هم خونده، آهنگم ساخته. نه خوندن سینگی منظورم نیست. آه خب مخاطب. آره مخاطبش. خب بعد داره مثلا میگه که اظهار دلتنگی هم میکنه، ولی اونجوری هم داره میگه که ولی دور باشم نزدیکترم. خب من به هیچ بقیهش مناقشه ندارم، ولی چرا وقتی دوره باید نزدیکتر باشه یا میشه نزدیکتر یا چطور؟ خب این سفره، یعنی مثلا میخوره، میکسنس میکنه اینجوری. چجوری میکسنس میکنه؟ یعنی مثلا کسی که همش توی سفره و اینا خب یه جایی میکنه، یعنی مثلا دلبستگی خاصی هم نداره به کسی. خب نه به ایناش هم کار ندارم، چرا وقتی دورتره نزدیکتره؟ خدا اینجوری توجیه میکنه،
داره میگه که خب نه خب ببین بازم به این تو ببینید چیو داره جواب میدی، تو داری وقتی دورم به تو نزدیکم رو جواب میدی، ولی این رو نمیگه، میگه وقتی دورم به تو نزدیکترم، صفت تفضیلی میاره، یعنی اگه مثلا من برم ژاپن به تو نزدیکترم تا مثلا برم ترکیه. خوی خنده داره، این غلطه. آره مثلا میتونه، آره میتونه ترم نشونه، اگه ترم نداشت خیلی شاید قشنگ هم بود، به قول تو میشد اینجوری توجیهش کرد که داره توجیه میکنه، خیلی جالب میشد حتی. یا اون اون نزدیکترمش همون میشه که آدمو به این مثلا فکر میکنه که وقتی بهش نزدیکه خیلی هم مثلا فیزیکی نزدیکه، احساس نزدیکی نمیکنه، ولی وقتی مثلا میره تو سفر یاد میکنه نزدیکیشه. آها اینم جالبه که گفتی، ولی بازم میگم توجیه بدون ترشه. یه ایده دیگه هم داری، اول گفتی به نظر من اون منطقی ترین ایده است، این که گفتی دوری و دوستی، اونم یه توضیح بده زبط چه لطفا. آره دیگه مثلا میگه که من چجور بگم مثل دوستی، چجور بگم دوستی خالصانه صمیمانه نیست، مثلا اینجوریه که اگه دور باشیم بهتره رابطه. آره دیگه اینجوری به نظر میرسه. آره. دست دارم خیلی متشکرم. یعنی یه کسی که قصدی داره دوری میگزینه از یه کسی از قصد. آره میگه من اگه از تو دور باشم نزدیکترم هستم اتفاقا، بریم خیال نکن که اگه دورم داره توجیه کسکرکاش رو چیز میکنه، داره کسکرک بازیش رو توجیه میکنه، داره بهونه جور میکنه که بتونه بره مسافرت. من هم میتونم استفاده کنم. آره لابد من از دورترم هم نزدیکترم. آره داره کسکرک من یه تهران میبودم انقدر نزدیک نبودم. آره چه بسا که واقعیت من میبودی، من تهران بودم اصلا نزدیک. آره دیگه راست، چه جالب. آه چه جالب شد. پس ببینم از این زاویه بهش نگاه کنیم، یعنی پس یارو آدم لاشیه یا فکر کنم بی خودی ها. نه حالا اون که مونده رو میگم، اون که میره مسافرت رو نمیگم، منظورم یه خودم دارم میگم، تو نمیگم، یعنی یا حداقل جذاب نیست اون قضیه، یا مثلا چونه ها نمک، ها میگم یارو آب نمکش، یارو آب نمکش بعد نمیگه شما ها که میگه، به یه نفر میگه، این یه نفر هم جای دیگه گمه، یعنی خیلی هم واسه اش یارو اهمیت خاصی نداره. دقیقا مثلا یه هایی میاد شوشتر، ولی اینکه هی خب ازش یاد میکنه شاید مثلا جبران کنه اون نبودش و بقیه، بعدش هم میگه خب مثلا میتونه اینم بگه که من خواستم کار نوعی بکنم، همونطور که در فرمش کار نوعی کرده، مثلا قافیه رو خیلی کم و عجیب غریب استفاده کرده، اگه کرده روی بذار قافیه هاشو ببینم، کلا بدون قافیه هست، از این نظرم جالبه، همین که تونسته یک کار جان قبلنه اینجور نبود. نه نه یه دونه دیگه داریم، اونم خودش گفته، همون فرهاد خونده میگه که با صدای بی صدا، اون یه خفنی دیگه هم داره، سپشر سپیده، یعنی وزن و اینا نداره مثل این، مثل همه یه کارهای فارسی در واقع، اون خفنیش اینه که اولین کار سپید ترانه است، اولین و فکر کنم آخر، نه آخری نیست چون من خودم هم دارم، ولی حتی اولیش هست، اینم از این نظر خفنه و خب خیلی هم از قاعده کلاسیکش دور نیست، چون که تو ترجیحش اومده رعایت کرده دیگه، با حریقه یا تو همسفرم و دورم به تو نزدیک ترم، اینا این قافیه است. خیلی این هم سفر مامونی و شهریار قدیم بری آقای مغالطه کن، تنظیمش هم عبدی یمینی، قشنگی تنظیم عبدی یمینی، خیلی قشنگی.